درود بر شما به کیوسک خوش آمدید در بسته خبری امروز با دو موضوع مهم خبری با شما هستیم تایید مجدد کودتا در سپاه روزنامه نگار داخلی از اعتلاف پنهان مهره سوخته علیه ای پرده برداشت فاکس نیوز ایران و روسیه برای بازگرداندن ذخایر اورانیوم غنی شده توافق محرمانه دارند دعوت می کنم زمین لایک کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون در قسمت کامنت ها با مشروع خبرها کیوسک رو همراهی بفرمایید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم تایید مجدد کودتا در سپا روزنامه نگار داخلی از اعتلاف پنهان مهره های سوخته علیه خامنه ای پرده برداشت حبیب رمزانی روزنامه نگار سیاسی اجتماعی در مطلبی از تشکل حلقه مخالفان خامنه ای در اطلاعات سپاه خبر داد او در این مطلب نوشته است اگر فرض را بر این بگیریم که عامل حملات شیمیایی به مدارس دختران خارجی نیست و الا باید فاتحه یه همه دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی نظام را خواند و از طرفی هم فرض را بر این بگذاریم که عامل نهادی از خود نظام و با اطلاع نظام نیز نمیتواند باشد چون نفع قابل فهمی از این سناریو برای نظام وجود ندارد و یا باور آن سخت است در این صورت این فرض تقویت می شود که جریانی در داخل نظام و صاحب نفوذ در برخی نهادهای امنیتی عامل این حملات است اما این جریان کیست گفته می شود که تغییر و تحول در سازمان اطلاعاتی سپاه و ازل حسین طائب مرتبط با یک شبه کودتا در مورد جانشینی و آینده رهبری بوده است که بدون اطلاع شخص رهبری در حال رایزنی و برنامه ریزی بوده و وقتی خبر آن درز می کند با واکنش تند و سریح مواجه شده و طائب بلافاصله ازل می شود. این ازل و جابجایی برای فردی که سومین فرد قدرتمند نظام به شمار می رفته و رؤسای قوانیز از وی حساب می برده اند، گران تمام شده و می توانست از واکنش های ایزایی و یا انتقامی به دنبال داشته باشد. با این وصف احتمال انتصاب حملات شیمیایی به جریان امنیتی کنار زده شده که تا سرحد رایزنی برای جانشینی رهبری در جلسات خاص قدرت و نفوذ داشته دور از ذهن و واقعیت به نظر نمی رسد و می تواند مد نظر نهادهای امنیتی موجود برای پیدا کردن سرنخ قرار بگیرد این افشاگری از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می کند که علی خامنه ای نیز امروز به عاملین این مسمومیت ها هشدار جدی داد و گفت مسئولین باید موضوع مسمومیت دانش آموزان را با جدیت دنبال کنند این یک جنایت بزرگ و غیر قابل اقماز است اگر مسمومیت دانش آموزان اثبات شود باید عوامل این جنایات به اشد مجازات برسند در مورد این افراد هیچ عفی نخواهد بود به گزارش اصر ایران علی خامنهای در ادامه این سخنان گفته است در مورد مسمومیت دانش آموزان من میخواهم تأکید کنم که این مسئله را به جد باید تعقیب کنند مسئله مسئله مهمی است اگر واقعا دستهایی در کار باشد و افرادی گروه هایی در این زمینه دخالت داشته باشند این جنایت بزرگ و غیرقابل اغمازی است اگر کسانی توی این کار دست دارند که لابد دست دارند کسانی بلا شک به یک نحوی حتما کسانی دست دارند بایستی دستگاه های مسئول، دستگاه های اطلاعاتی، دستگاه های انتظامی دنبال کنند و سررشته این جنایت را پیدا کنند هم عاملین را هم مسببین را و اینها بایستی به اشد مجازات محکوم بشوند و درباره اینها اشد مجازات بایستی اجرا بشود چون این یک جنایت کوچکی نیست این جنایتی است هم در حق معصومترین عناصر یک جامعه یعنی کودکان و هم موجب رعب موجب ناامنی موجب ناامنی روانی جامعه نگرانی خانواده ها موجب اینهاست اینها, اینها چیزهای کوچکی نیست اینها را بایستی با جدیت دنبال بکنند و کسانی اگر چنانچه محکوم شدند افی هم در مورد اینها وجود نخواهد داشت این را همه بدانند و حتما بایستی مجازات بشوند و مجازات اینها موجب عبرت بشود علی خامنه ای در حالی تایید می کند که کسانی در حلقه قدرت به دنبال ضربه زدن به او هستند که بازبینی حافظه تاریخی رژیم دلیل حمله شیمیایی حکومت جهل و فساد اسلامی به مدارس را به وضوح نشان می دهد. با دقت به این سخنان علی خامنه ای گوش دهید. اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال آینده و رئیس جمهور, جمهور و رؤسای جمهور ما بعد و به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان آن است که نگذارند این دستگاه های خبری و مطبوعات و مجله ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود از نظر اسلام به عقل محکوم است و نیز و تبلیغات و مقالات و سخنرانی ها و کتب و مجلات برخلاف اسلام به افت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است و از آزادی های مخرب باید جلوگیری شود و از اون چه در نظر شهر حرام و اون چه بر خلاف مسیر ملت و کشورهای اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود همه مسئول می باشند و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاه های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند خودشان مکلف به جلوگیری هستند به همه اون هسته های فکری و عملی جهادی فکری فرهنگی در سرتاسر سر کشور مرتبا میگم هر کدوم کار کنید مستقل و آتش به اختیار به قول میدان جنگ آتش به اختیار البته ستاد مرکزی وجود داره در جنگ او دستور میده قرارگاه مرکزی وجود داره دستور میده اما اگر چنانچه قرارگاه رابطهش قطع شد یا قرارگاه عیدی پیدا کرد اینجا فرمانده دستور آتش به اختیار میده خب شما افسرهای جنگ نرمین دیگه در شما افسران جوان جنگ نرم باشید اونجایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی اختلالی داره و نمیتونه درست مدیریت کنه اونجا آتش به اختیاری یعنی باید خودتون تصمیم بگیرید فکر کنید پیدا کنید حرکت کنید اقدام حملات شیمیایی به مدارس کشور با عنوان حملات تروریستی و حملات بیولوژیک به سرعت در حال گسترش است و عاملانش در روزهای گذشته دانش آموزان درستانی را نیز هدف قرار دادند بیشترین حملات به دبیرستان دخترانه صورت گرفته اما در مواردی حملات به دبیرستان پسرانه و خوابگاه های دانشجوهای دختران نیز رخ داده است این حملات از سه ماه پیش در نهم آذر 1401 در قم آغاز و جمهوری اسلامی پس از هفته ها انکار و سکوت در نهایت اندی بودن حملات شیمیایی را پذیرفت اما هیچ اقدامی برای جلوگیری از این حملات و معرفی آمران و عاملان انجام نداده است بیتفاوتی جمهوری اسلامی در حالی که نهادهای امنیتی و نیروهای تندرو جمهوری اسلامی از جمله متهمان این حملات در افکار عمومی هستند سبب خشن اولیاء دانش آموزان و دیگر شهروندان شده است شمار حملات به مدارس در هر روز روند افزایشی یافته و به بیش از سی مدرسه در روز رسیده است از سوی دیگر دامنه جغرافیایی حملات نیز به شکل عجیبی گسترش یافته به طوری که طی هفته های نخست فقط مدارس قم هدف حمله قرار گرفتند اما اکنون مدارس چندین استان ایران و حتی شهرستان های کوچک مورد حمله قرار می گیرند. در همین ارتباط روزنامه همیهن هم با محمد رضا هاشمیان فوق تخصص بخش مراقبت های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری درباره مسمومیت دانش آموزان گفتگو کرده است. هاشمیان گفته است با اینکه وزیر بهداشت اعلام کرده این مسمومیت خفیف بوده اما باید تاکید کرد که این مسئله جدی است باید هر چه زودتر منبع این مسمومیت مشخص شود تا پزشکان بتوانند پادزهران را استفاده کنند و بدانند برای درمان افراد مسموم شده از چه دارویی استفاده کنند به گفته وی آنچه به نظر می رسد این است که در این اتفاقات از گازهای ترکیبی برای مسمومیت استفاده شده و بسیار هوشمندانه در حال استفاده است وی افسوده دسترسی به این گازها برای افراد عادی امکان پذیر نیست هرچند برخی گازها برای بیهوشی یا لاپاراسکوپی استفاده می شوند اما اینطور نیست که در دسترس عموم باشند این پزشک متخصص اضافه کرده است در برخی گزارش ها افراد دچار بیهسی ازولانی یا فلج موقتی شده اند مرحال ماجرا جدی است و میتواند حتی تاثیرات شدیدتری مانند مشکلات کلیوی و ریوی ایجاد کند مقامات جمهوری اسلامی گذشته از بیعملی و بیتفاوتی نسبت به این حملات به فرافکنی و بختکشی نیز مشغول هستند سردار غلامرزا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی نیز در یادداشتی مرتبط به این موضوع ادعا کرده دانش آموزان علائم بالینی مثل سرگیجه و سردرد داشتند اما هیچ یک از تیمها ها نتوانستند در آن مقطع سرنخ قابل تعییدی از عامل مسمومیت پیدا کنند و چند نمونه هایی هم که به دست آمد قطعیت لازم را نداشت همزمان خانواده های دانش آموزان در شهرهای مختلف دست به تجمع اعتراضی زدند در روز یکشنبه چهاردهم اسفند هنگامی که مادران دانش آموزان در رشت مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر به اعتراض جمع شده بودند گاز اشکاور در میان آنها شلیک کردند فرافکنی ها از سوی مقامات جمهوری اسلامی در حالی است که بیش از سه ماه از نخستین مورد این نوع حملات میگذرد و تا کنون نه درباره نوع گاز و نه چگونگی این حملات و عاملان آن هیچ گونه توضیح قانع کننده به افکار عمومی داده نشده است آن هم در حالی که این حملات شیمیایی در فضایی بسته و قابل کنترل مانند مدارس صورت میگیرد همچنین گسترش این حملات به شهرهای کوچک و بزرگ در سراسر کشور نیز این احتمال را که از سوی خود حکومت و گروه های وابسته به آن است بیش از پیش تقویت می کند. فاکس نیوز ایران و روسیه برای بازگرداندن ذخایر اورانیوم غنی شده توافق محرمانه دارند سرویس دیجیتال فاکس نیوز در آستانه برگزاری نشست فصلی شورای حکام و پس از سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران از وجود توافقهای محرمانه بین جمهوری اسلامی و روسیه برای تضمین انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده به ایران خبر داد گروسی پس از سفر روز جمعه به تهران از برخی توافقها برای افزایش نظارت ها بر فعالیت های ایران خبر داد و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی هم اعلام کرد که موضوع ردیابی اورانیوم غنی شده با خلوص 84 درصد در فردو بسته شده است. اما فاکس نیوز میگوید منابع اطلاعاتی خارجی با شرط فاش نشدن نامشان به این رسانه اطلاع دادند که تهران و مسکو توافقی محرمانه در زمینه اورانیوم غنی شده دارند بر اساس این گزارش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه موافقت کرده است که در صورت شکست برجام ذخایر اورانیوم غنی شده را به ایران بازگرداند وزارت خارجه آمریکا درباره این گزارش اظهار نظر نکرده است بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام روسیه از ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نگهداری می کند اما منابع اطلاعاتی می گویند روسیه بر مبنای توافقی محرمانه در صورت شکست برجام این ذخایر را به ایران باز می گرداند. فاکس نیوز به نقل از برخی تحلیلگران می نویسد که از نگاه آنها وجود چون این توافقی جای تعجب ندارد چون مسکو همواره تلاش کرده است دو طرفه بازی کند روسیه از طرفی نمیخواهد تهران به سلاح هسته دست یابد و سوی دیگر در ماجرای اوکراین روی کمک جمهوری اسلامی حساب کرده است.